درود بر شما. 24 بهمن ماه 1399 خورشیدی و 12 فوریه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به قالیباف و منافع روسیه در ایران با توجه به سفر قالیباف مسکو و بردن پیام رهبر جمهوری اسلامی به رئیس حکومت روسیه. پرده آخرم آخر برنامه خواهیم داشت. بعد از 8 ماه و نیم از تشکیل دور 11 مجلس شورای اسلامی ایران، اولین سفر رئیس این مجلس به روسیه انجام شد. سفر قالیباف به مسکو میتونست سفر عادی هیئت پارلمانی یک کشور باشه به یک کشور همسایه و دیدار با هیئت پارلمانی اون کشور، سفر معمولی. ولی حکومت بحرانساز هر کاری میکنه بحران درست میکنه. این سفر هم مثل خیلی از موضوعهای حکومتی کم اهمیت تبدیل شد به بحث داغ رسانه ها و اصحاب حکومت در ایران، وگرنه وقتی رسانه های روسیه رو ورق میزنی میبینی این سفر در حد یه خبر و سفر معمول پارلمانی منعکس شده، نه بیش از این. چرا اینجوریه؟ غیر از ماهیت جمهوری اسلامی که عرض کردم، بحران سازی جز ذاتشه. من دو قسمت میکنم موضوع برنامه امشب، و یکی به خود قالیباف میپردازم که پیام کتبی رئیس حکومت جمهوری اسلامی رو میبره برای رئیس یک حکومت دیگه به ویژه روسیه که اهمیت خاصی داره البته، و این به این معنی است که خامنه ای به این وسیله یک بار دیگر قالیباف رو به عنوان فرد مورد اعتماد ویژه خودش معرفی کرده. دومین موضوع این است که روسیه چه کرده برای ایران که اینقدر مهمه برای حکومت ایران که نخستین سفر رسمی خارجی رئیس مجلسش باید به روسیه باشه و پیام خصوصی رهبر معظم رو ببره برای آقا پوتین. البته رئیس جمهور روسیه تحویلش نمیگیره. روزنامه جمهوری اسلامی نزدیک به طیف کارگزاران و باقیمانده های هاشمی رفسنجانی نوشت خودداری پوتین از دیدار با قالیباف با توجه به اینکه او حامل پیام رهبری بود قطعا نوعی اهانت به ایران و نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود و فراتر از تحویل گرفتن یا نگرفتن شخص قالیباف است. البته برای قالیباف و بسا کل سپاه که چهره شناخته شده تری از قالیباف برای ریاست جمهوری ندارد، با توجه به این بحثایی که یک سپاهی باید بشه و رئیس جمهور و اینا، دیدار با پوتین میتونست تو رقابت با خرد مافیاهای دیگر در جمهوری اسلامی براش به هر حال اعتبار بیاره. قالیباف در مسکو گفت پیام رهبر معظم سپاسگزاری از موضع روسیه در برجام بود و اینکه هر تغییر در غرب اتفاق بیفتد در رابطه ایران و روسیه تأثیر نمیذاره. این در واقع تنها نکته بود که از پیام کتبی و ویژه آیت الله خامنه ای به ولادیمیر پوتین از طریق آقای قالیباف فاش شد، رسانه شد. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مجلس نوشت که قالیباف گفته است علت سفر من به این کشور اطمینان بخشی به روسیه بود تا بداند بروز هر اتفاقی در غرب هیچ تأثیری بر روابط ما با آنها نمیگذارد، یعنی رفقای روسی از کاهش تنش بین ایران و غرب نگران شدند. بله شدند. چرا؟ چه تغییری در غرب اتفاق افتاده؟ رفتن ترامپ، آمدن بایدن. یعنی رهبر جمهوری اسلامی در فکر معامله با آمریکاست و نمایندش رو فرستاده به روسیه تا بگه نگران نباشین، ما هر معامله‌ای با آمریکا بکنیم در روابط ما با شما تأثیری نمیذاره. یعنی چقدر رهبر معظم در فکر نرمش قهرمانانه است دوباره که پیشاپیش همه زمین‌ها رو میخواد هموار کنه بره تو بغل نرم نرمش قهرمانانه، اونم چه هول هولکی و تابلو. چرا باید، این نکته خیلی مهمه، حالا دیگه
میدونیم که جمهوری اسلامی و خامنه ای اینا شناسنامه‌اش دستمونه دیگه، که چجوری عمل میکنه تو سیاست خارجی برای حفظ خودش. حالا چرا باید روسیه نگران کاهش روابطش با جمهوری اسلامی باشه که خامنه ای نوشته به پوتین که ما هر کاری تو غرب اتفاق بیفته، هر کاری با غرب بکنیم، خلاصه نگران نباش، ما روابطمون با تو حفظ میشه. یعنی روسیه نگرانه. ببینین، روابط تجاری روسیه و ایران چیزی نیست که دو کشور براش نگران باشن. طبق آمار 2019، یعنی تقریبا پارسال، روسیه 243 میلیارد دلار 2019، آره دیگه پارسال که میگم، منظورم یک سال، حدودا یک سال پیش، الان اول اوائل سال 2021. خب این آمار مال سال 2019 است. روسیه 243 میلیارد دلار از کل کشورهای جهان واردات داشته در یک سال، که 26 صدم درصد واردات روسیه از ایران بوده است. 26 صدم درصد. بعد حدود 6 برابر اینم، این میزان ناچیز در واقع، واردات ایران از روسیه است. کالا. یعنی در واقع هیچ. در مجموع در یک سال خیلی بشه میشه 1 میلیارد دلار در یک سال. پس مشکل منافع تجاری روسیه نیست که نگران باشه. مشکل روسیه با سازش ایران و غرب این است که اگر این سازش یا معامله صورت بگیرد، دیگر نمیتواند مثل سابق ایرانو بدوشه، هم در مسائل هسته‌ای و هم در مسائل ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی. در مسائل هسته‌ای طبق برجام میدانید دیگه کلی بحث شده، هم از طرف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هم از طرف کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای در غرب، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای آب سبک در ایران مثل اونچه که در بوشهر هست عملی خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی دیگر روسیه نخواهد توانست روی برگ نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازی کنه. این یه مشکل که روسیه داره. در مسائل جغرافیای سیاسی، روسیه دیگه نخواهد تونست رویای دست یافتن به آبهای گرم خلیج فارس رو عملی کنه. اینا رو توضیح خواهم داد. همه رو ببینید، سفر قالیباف به مسکو یک روز با تأخیر انجام شد، چون پوتین درخواست جمهوری اسلامی برای دیدار با قالیباف رو رد کرده بود و قالیباف هم رفت بیت رهبر معظم تا کسب تکلیف کنه. خود قالیباف میگه رهبر معظم فرمودن سفر رو بیشتر به تعویق نیندازید، پیام کتبی منو ببرید فوری برای آقای پوتین. مشاور قالیباف نوشت سفر روسیه با هدف گفتگوی راهبردی درباره مسائلی فوق‌العاده مهم و پیچیده توسط فردی انجام می‌شود که امین و فرستاده خاص رهبر انقلاب است. پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین سفت و سخت بوده است. دکتر قالیباف از پذیرش پروتکل‌ها خودداری کرده و در نتیجه دیدار لغو شده است. حالا خواهم گفت که حرف همین علکیه دیگه. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت اولین سفر خارجی آقای قالیباف به روسیه حاکی از جایگاه بالای فدراسیون روسیه در روابط خارجی و سیاست خارجی ایران است. دعوت رئیس مجلس دومای روسیه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفر به مسکو صفحه جدیدی از مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را در روابط دو کشور در حوزه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی رقم خواهد زد. منتها برای باز کردن این صفحه جدید، نه ولایتی از بیت رهبر معظم که معمولا خامنه‌ای به جای وزیر خارجه میفرستادش این ور اون ور رفت روسیه، نه ظریف وزیر خارجه مورد اعتماد رهبر معظم. این بار به دلایل داخلی، یعنی زمزمه سپاهی شدن رئیس جمهور، قالیباف میشود حامل پیام خصوصی رهبر. البته هیچ وقت این موضوع که چرا وزارت خارجه دور زده میشه، یعنی دستگاه دیپلماسی کشور رو رهبر معظم جدی نمیگیره، برای خود دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی مسئله نمیشه، جز فقط یه دفعه وسط بحران و جنگ داخلی و حضور نیروهای نظامی خارجی از جمله جمهوری اسلامی
در سوریه. یادتونه بشار اسد آمد ایران، یک هفته پس از قائله استعفای ظریف، چون ظریف به این دلیل استعفا داد و گمان زنی ها درباره دلایل این استعفا، سخنگوی وزارت خارجه تأیید کرد که اقدام آقای ظریف واکنشی به سفر رهبر سوریه بدون اطلاع وزارت خارجه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در روز سه‌شنبه 14 اسفند 97 به نقل از بهرام قاسمی، وزارت خارجه ایران از ابتدا تا انتها از سفر بشار اسد به تهران بی اطلاع بوده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دولت روحانی به طور کلی بی خبر. قاسم سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه، یعنی سپاه پاسداران، دعوت کننده است. دیدار هم با رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه. رئیس جمهور هم که طبق معمول هیچ کار است. نتیجه چی میشه؟ میشه رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی استعفا بده. بعد رهبر معظم بهش میگه شلوغش نکن، استعفا تو پس بگیر، اونم پس میگیره. البته تو این جنگ زرگری آقایون بی تردید روشن شد که دولت روحانی اصلا خبر نداشت از سفر بشار اسد به تهران. خود نیروی قدس سپاه پاسداران و رهبر معظم با همدیگه بریده بودن و دوخته بودن. این بار گرچه قالیباف میشه نماینده ویژه و میره روسیه و باز دستگاه دیپلماسی جدی گرفته نمیشه، اما به گفته ممجواد ظریف وزارت خارجه و دولت خبر که داشتن هیچ، مثل ماجرای اسد نیست، خبر که داشتن هیچ، بهشون گفته شده بود که باید امکان دیدار قالیباف با پوتین رو فراهم کنین. ظریف هم میگه ما همه تلاشمون رو کردیم ولی نشد، به مجلس هم گفته بودی. آیا قالیباف مسکو کاملا که عامل چه پیامی هستن و اینکه اصلا شما اطلاع داشتید؟ بله ما اطلاع داشتیم، البته هم پروتکل های کرونایی هم پروتکل ملاقات های رؤسای مجالس در واقع امکان ملاقات با آقای پوتین رو فراهم نمی کرد و این رو هم ما از ابتدا به دوستانمون در مجلس گفته. تلاشش هم وزارت خارجه کرد، سفیر ما هم تلاش کرد. اولا این که پروتکل کووید کرونا دلیل نپذیرفتن قالیباف از سوی پوتین بوده است یک دروغ ظریفه که همه تکرارش کردن. پوتین عکس‌ها رو داریم می‌بینین دیگه، تو همین دو سه هفته گذشته ملاقات‌های متعدد داشته، هم با خود روس‌ها تو بخش‌های صنعتی که می‌بینین اصلا بدون ماسک بود و هم با مقامات کشورهای دیگه. پس پروتکل کرونا ربطی به موضوع سفر قالیباف نداشت. خب اینم جز دروغ‌های رایجیه که میگن و رو هم دارن، واقعاً رو دارن و اینقدر تابلو دروغ میگن هنوز بعد از 42 سال و فکر میکنن مردم باور میکنن. پوتین که قالیباف رو نپذیرفت، این دلایل ساختگی اومد وسط، مثلا دلایل. اما اهمیت نگرانی روسیه از منافعش در ایران و دلداری دادن های مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله دلداری دادن کتبی رهبر معظم در دو حوزه‌ای که عرض کردم، که دوشیدن ایران به نام نیروگاه بوشهر و یکی جغرافیای سیاسی ایران، اینو بهش بپردازیم. برای روسیه همیشه دست یافتن به آب‌های جنوب ایران مهم بوده و امروز جمهوری اسلامی این رویای تزارهای روس رو میخواد عملی بکنه. 11 فروردین 95 خبرگزاری اسپاتنیک که متعلق به دولت روسیه است نوشت آرزوی پتر کبیر بعد از 100 سال عملی می شود و توضیح داده. ایزه بدیم براتون بخونم. تزار پتر کبیر سیاست‌های توسعه طلبانه ای را علیه همسایگان خود در پیش گرفت و این سیاست بیش از دو قرن و تا سقوط امپراتوری تزارها در سال 1917 ادامه یافت. گفته می شود که پتر کبیر، ببینید در ضمن خیلی سیاسانه نوشته شده و این مال خبرگزاری رسمی دولت روسیه است، عرض می‌کنم براتون. گفته می شود که پتر کبیر همیشه آرزوی قدم گذاشتن در آبهای جنوب ایران را در سر داشته، اما در زمان حیات خود به این آرزو نرسید. به همین دلیل هم پیش از مرگ در وصیت‌نامه خود دستیابی به آبهای گرم ایران را به عنوان دستور کار به تزارهای بعدی سفارش کرد. ظاهرا در این وصیت‌نامه در مورد ایران گفته شده
نزدیک شدن به استانبول و هندوستان و ایران برای روسیه واجب است و لازم است که با این دولت‌ها به جنگ پرداخته شود تا به هر قدر ممکن است خود را زودتر به خلیج فارس برسانید. بعد ادامه می‌دهم خبرگزاری دولت روسیه. حالا قرارگاه خاتم الانبیا در حال امکان سنجی اتصال دریای خزر به خلیج فارس است. هدف این پروژه شیرین سازی آب خزر، انتقال 500 میلیون متر مکعب آب به استان‌های مرکزی ایران، ایجاد امکان ارتباط آبی قابل کشتیرانی از خزر تا خلیج فارس اعلام شده است که مهمه بقیه حرفه. در کنار تمام این اهداف، رؤیای تزار پتر کبیر روسیه نیز حقیقت می‌یابد. ببینید، ببخشید، ببینید، اگر بدون جنگ بشود رویای تزار پتر کبیر روسیه را عملی کرد که چه بهتر، کلی سرمایه انسانی و مالی حفظ میشه. خدا عمر بده به جمهوری اسلامی که بتونه این کارو برامون تموم کنه. به این سیاست استعماری تزارهای روس رو در واقع پیش ببره، رویای تزار پتر کبیر روسیه رو عملی کنه بعد از 100 سال. حالا من کاری دیگه به بقیه قراردادها ندارم، این اون چه مستقلی باید بررسی بشه. حالا از اون طرف هم دارن به گفته ممجواد ظریف قرارداد 25 ساله ایران و چین رو نهایی میکنن که خودش باز بحث مستقل است. وقتی تعادل در روابط بین المللی نباشه همیشه این بحث غربی و شرقی پیش میاد. شرق و مشخصاً روسیه چه داشته برای ایران که حالا جمهوری اسلامی میخواد رویای تزار روس رو که خود روسا نتونستن محقق کنن عملی بکنه؟ چی داشته؟ یک نمونه بگم. نیروگاه هسته بوشهر که نیروگاه آب سبکه، یعنی با اورانیوم غنی شده 3.5% کار میکنه یا قرار کار بکنه. نیروگاه هسته ای آب سبک صرفاً برای تولید برقه. ساخت نیروگاه بوشهر و آلمانا سال 1354، 3 سال قبل از انقلاب 57 شروع میکنن. با انقلاب پروژه متوقف میشه. تو جنگ ایران و عراق بیش از 80%ش از بین میره، ویران میشه. سال 1373 قرارداد تکمیل نیروگاه با روسها رو جمهوری اسلامی امضا میکنه که طبق قرارداد باید 6 سال بعد سال 1379 کار تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر تموم میشد. 6 سال بعد. 21 سال بعد نیروگاه با هزار شک و شبهه و قل هو الله و آیت الکرسی را میفته. مقدماتی. سال 1390. نه اینکه کامل شده باشه، تحویل موقت میشه. میگن راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر برای اینکه مثلا یه خود سر صدا بخوابه. 18 مرداد 90 عسکر جلالیان عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر گفت طولانی شدن فرایند بهره برداری از نیروگاه موجب شده است که برخی قطعات آن که حالا دهه سوم عمر خود را هم گذراندند عملا مستهلک و از رده خارج شوند. تأخیر روس‌ها در راه اندازی نیروگاه موجب شده تا امروز مجبور باشیم برای تعویض قطعات فرسوده‌ای که هیچ بازدهی تا امروز نداشتند مجددا هزینه کنیم. یکی از دلایل تداوم پرداخت هزینه به روس‌ها این است که قراردادهای ما با روس‌ها سقف مالی، زمانبندی مشخص و تاریخ پایان قرارداد ندارد. همینجوری میدیم. روس‌ها هم گیر آوردن دیگه. همینجوری میگیرن. میگم چقدر. جلالیان همچنین افزود تا امروز حدود 3 برابر یک نیروگاه اتمی برای نیروگاه بوشهر هزینه کرده ایم و روند این هزینه کردن ها و پول دادن ها به روسا همچنان ادامه دارد که بیش از 3 برابر قرارداد دادن به روس ها. 10 بهمن 86 فیاض بخش معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت کل مبلغ پروژه در ابتدا 1.2 میلیارد دلار بوده است. سال 95 چیچیان وزیر نیروی وقت دولت روحانی هزینه ساخت نیروگاه بوشهر را 5 میلیارد دلار اعلام کرد.
خب این 5 میلیارد دلار که اعلام شده که حتما اعلام نشدهش خیلی بیش از این هاست، به چه دردی میخوره؟ اول بگم که سوخت نیروگاه اورانیوم غنی شده است و ایران ناگزیره که سوختش رو از خود روسیه وارد کنه، فارغ از دلایل سیاسی قضیه. اصلا اورانیوم کافی برای غنی سازی در ایران نیست که بخواد جمهوری اسلامی خود کفا بشه، یعنی همیشه وابسته به روس هاست و باید پول بده بهشون، هم برای تعمیرات نیروگاه هم برای سوخت نیروگاه که باید هر سال هم عوض بشه. به هر حال این آقای صالحی رئیس، من نشدم که ایشون صدایی که باید می‌داشت این کلیپ، ولی آقای صالحی گفتن که باید هر سال عوض بشه، برای اونایی که شاید مثلا من نشنیده باشن میگم، و دو ماه بنابر این تعطیله نیروگاه اتمی بوشهر به خاطر اینکه باید یک سوم سوخت هر سال عوض بشه. خب این ده ماهی که کار میکنه چقدر برق تولید میکنه؟ قرار بوده که 1000 تا 1200 مگاوات، از اول میگفتن که نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر 1200 مگاوات تولید کنه که نمیکنه. 700 مگاوات الان تولید میکنه که این 700 مگاوات یعنی چه؟ یعنی کمتر از 2% برق مصرفی کشور، کمتر از 2%. ببینین گزارش سیمای جمهوری اسلامی مال خودشونه، سیمای آقایون، 19 اردیبهشت 1397 میگه تولید برق یک نیروگاه حرارتی ایران که با گاز طبیعی کار میکنه 1300 مگاوات، یعنی نزدیک 2 برابر تولید نیروگاه هسته‌ای بوشهر که 700 مگاوات تولید داره. نیروگاه شازند عراق یکی از نیروگاه های حرارتی تولید برق است. این نیروگاه با ظرفیت نصب شدن 1300 مگاوات برق با همت متخصصان داخلی برای کشور انرژی تولید می کند. در کشور ما تقریبا در هر 24 ساعت 30000 مگاوات برق مصرف میشه، برقی که 90% اون در 70 نیروگاه حرارتی تولید میشه. اینجا نیروگاه حرارتی شازند. نیروگاه شازند نیروگاهی است که 1300 مگاوات ظرفیت نصب شدهش هست. انرژی تولید شده در این نیروگاه میتونه 52 میلیون شعله از این لامپ ها رو روشن کنه. هر واحد 24 تا مشعل گاز داره تو 3 طبقه. مشعل کوره های این نیروگاه دوگانه سوزه. نزدیک به 5 سال هست که 98% سوخت نیروگاه گازه. و مسئله اصلی و حیاتی مدیریت مصرف آب. این برج های بلند برای بازگشت آب داغ به چرخه تولیده. از ارتفاع 130 متری این برج بلند جریان بادی حاصل میشه که این باد رادیاتورهای عظیم اطراف این برج رو که آب داغ توربین ها در اون جریان داره خنک میکنه و آب دوباره به چرخه تولید برمیگرده. خب دیگه همه حرف زد. چرا پول میدن به روسا برای نیروگاه هسته‌ای برق؟ نیروگاه گازی 1/10 نیروگاه هسته‌ای هزینه دارد. در ایران هم اساساً نیروگاه های گازی و صدها هستند که نیاز برق کشور را تأمین می کنند. 9 شهریور 89 وزیر نیرو تعداد واحدهای نیروگاهی موجود در کشور را بیش از 400 واحد به ظرفیت 57 هزار مگاوات اعلام کرد. یعنی به ظرفیت 57 نیروگاه بوشهر که بخواد تولید برق و با حد اکثر تولید ارائه بده، 57 از نیروگاه بوشهر. خب 400 تا نیروگاه حرارتی دارین که اساسا سوختش گاز طبیعی است و با همین نیروگاه ها دارین برق به کشورهای همسایه هم صادر میکنین. ایران اولین منابع گاز جهان رو داره. هزینه ساخت این نیروگاه هایی که با گاز کار میکنم که گاز طبیعی 1/10 نیروگاه هسته‌ای. چرا باز میرین دنبال نیروگاه هسته‌ای؟ به خاطر تعهداتی که به روس ها دارین
و به دلیل همین تعهداته که برای دو واحد جدید تو نیروگاه بوشهر باز قرارداد می‌بندیم با روسا، 10 میلیارد دلار هم اینجا میدین علل حساب. 20 شهریور 95 مجری عملیات اجرایی ساخت این دو واحد جدید گفت بالغ بر 10 میلیارد دلار هزینه خواهد شد و قرار است در 10 سال آینده این دو راکتور جدید ساخته شود. مدیر نیروگاه اتمی بوشهر نیز میگوید 2% برق مصرفی کشور از نیروگاه اتمی بوشهر تولید می شود، به گونه ای که در سال گذشته 6.5 میلیارد کیلووات برق در این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق منتقل شد. در صورت ساخت دو واحد جدید نیز انتظار می رود که حجم تولید برق هسته ای توسط روسها در خوشبینانه ترین حالت به 4% برسد. 4% کل مصرف برق ایران که با توجه به هزینه های آن و مقایسان با هزینه ریالی اصلاح شبکه های فعلی برق و پرداخت بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی، این مقدار تولید چندان منطقی به نظر نمی رسد. اگر 10 میلیارد دلار پرداختی به روسها صرف پرداخت بدهی های وزارت نیرو و اصلاح سیستم فرسوده فعلی شود، قطعا مشکل خاموشی ها خیلی سریع مرتفع خواهد شد. منافع روسیه البته مهمتر است از منافع مردم ایران. دیگه روشن‌تر از این. 20 شهریور 97 اعلام شد که ساخت دو واحد جدید در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. در کنار نخستین نیروگاه هسته‌ای کشور در بوشهر، نیروگاه‌های دوم و سوم هم در حال ساخت است. طرح‌هایی که کلنگ آن شهریور 1395 به زمین خورد و قرار است تا 1404 و 1406 ایران صاحب دو نیروگاه هسته‌ای دیگر برای تولید برق شود. در ایمیلی که یک کارشناس ارشد هسته‌ای از ایران لطف کردن و برام فرستادن نوشتن، بعد از توضیحات مفصل درباره مدیران سازمان انرژی اتمی ایران که بالا از حوصله این برنامه فعلا خارج است، نوشتن اگر پیامدهای سیاسی را هم کنار بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که نیروگاه بوشهر یکی از گرانترین تولید کننده های برق در ایران است. در این فاصله 20 و چند سال گذشته که صحبت نیروگاه بوشهر هست، ایران 25 نیروگاه گازی جدید به کار انداخته. این نیروگاه ها به سادگی پیاده شدند، برق تولید میکنن و قیمت برق آنها هم نسبت به نیروگاه اتمی بوشهر به مراتب ارزان تر است. مهمترین مشکل این فناوری هسته‌ای نیروگاه های هسته‌ای برق این است که خطر انفجار اگرچه کم است ولی وجود دارد. خطر انفجار به ترتیبی است که کل منطقه‌ای که نیروگاه در آن وجود دارد برای مدت بسیار زیاد قابل سکونت نخواهد بود. این خطر خطری است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت و گفت چون احتمالش کم است پس اصلا وجود ندارد. واقعه چرنوبیل نشان می‌دهد که خطر وجود داشت و پیامدهای آن برای کل منطقه اوکراین و اطراف چرنوبیل هنوز محسوس است. همچنین مشکل زباله‌ها که باید هزاران سال در محلی امن و بدون تغییر محیطی دفن شوند مشکل بزرگ دیگر است. در منطقه دفن و نگهداری زباله نباید آب وجود داشته باشد که به زباله ها صدمه بزند و آنها را تبدیل به زباله هایی بکند که اشعه دارند و اثراتش به خارج از آن منطقه وارد خواهد شد. در این منطقه باید زمین لرزه وجود نداشته باشد. در این منطقه باید شرایط بسیار متعدد وجود داشته باشد، آن هم برای هزاران سال. یعنی از همین الان نسل‌های فعلی باید برای زباله‌های هسته‌ای بوشهر سرمایه‌گذاری بسیار وسیعی بکنند که در آینده برای نسل‌های آینده این زباله‌ها تبدیل به یک عامل مخرب و خطر نباشند. خود این مسئله نشان می‌دهد که این راه چه راه پرمشکل و غیر عقلانی و غیر اخلاقی است. ولی منافع مردم و نسل‌های ایرانی که اصلا مهم نیست برای آخوندها، گفتن من دیگه نیست که خودتون میدونید بهتر از من. بله، به دلیل همه این مجموعه هست که مسکو نگران معامله احتمالی تهران با
غربه. این یکی از دلایلش البته. اجازه بدین در این فرصت باقی مانده برگردیم به قالیباف و سفرش به مسکو. این خورده مافیاهای رقیب در نظام مقدس میگن تبلیغات دوروبری‌های قالیباف قبل از سفرش به مسکو که فکر میکردن پوتین بهش وقت ملاقات میده به خاطر علم کردنش به عنوان نامزد ریاست جمهوری اسلامی در انتخابات آینده بوده که خب شکست خورد با پس زدن پوتین و افتضاحی که پیش آمد. این حرف یعنی این افتضاح اساساً یقه خامنه ای رو گرفت. بر قالیباف که هممون میدونیم حرجی نیست. هر بار نامزد میشه هیچ وقتم رئیس جمهور نمیشه. از سال 84 تا حالا 3 بار در انتخابات ریاست جمهوریشون نامزد شده. هر بار به حول قوه الهی مجبور شده عقب بکشه. ولی این بار آقای امام خامنه ای با ارسال پیام کتبی برای پوتین به وسیله قالیباف به عنوان امین او تنور تبلیغات انتخاباتی قالیباف رو باز برای سال 1400 داغ کرد که البته این تنور هم بذاریم بگم هم قالیباف رو سوزوند هم با عرض معذرت آقای امام خامنه ای رو از چند جهت هم سوزوند. یکی این که خب پوتین دست رد زد به قالیباف و هیزم بیار تبلیغات انتخاباتی جمهوری اسلامی به طور کلی و آقای امام خامنه ای به طور خاص نشد. حتی وزیر خارجه روسیه هم حاضر نشد فرستاده امین و خاص رهبر معظم رو ببینه. تو برنامه بود این، تو برنامه جمهوری اسلامی. با نگاهی به برنامه‌های اعلامی رئیس مجلس در توییتر در توییترش معلوم می‌شود که قرار بوده با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم دیداری داشته باشد. قالیباف یک شنبه شب یعنی ساعتی پس از ورودش به مسکو نوشته بود ارتقاء عین توییتر قالیباف، ارتقاء روابط ایران و روسیه به سطح راهبردی و فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی از برنامه‌های سفر 3 روزه به مسکو در گفتگو با رئیس مجلس دوما و مجلس سنا، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت روسیه است. وزیر امور خارجه آقای لاوروف نپذیرفتش وقتی پوتین رد کرد، اونم رد کرد و قطعا با هم قرار گذاشته بودن دیگه رد کنن. خب برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری صدا و سیما در برنامه های اعلامی سفر قالیباف به روسیه دیدار او با لاوروف را هم ذکر کرده بودن، اما لاوروف هم عرض کردم منباقه رو نپذیرفت. خب این یک مشکل پیشوا بود در علم کردن قالیباف به عنوان امین خودش، فرستادن نامه کتبی خصوصیش به پوتین از طریق او. این داستان این یک. دومین مشکل پیشوا در پیش راندن قالیباف برای ریاست جمهوری و داغ کردن تنور تبلیغاتی نظام برای او این است که قالیباف گرچه هممون میدونیم که شاخصترین چهره نظامی برای ریاست جمهوری است در قیاس با بقیهشون که حتی عدد این هم نیستن در چشم مردم، اما قالیباف باز اینو میدونیم که منفورتر از آن است که حتی بدنه حکومت رو بتونه جذب بکنه. دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری از سال 84 تا حالا که قالیباف نامزد شده اینو نشون داده. دلایلش هم روشنه. من فقط یکی دو تا دلیلشو میگم. قالیباف بارها گفتم که همه میدانیم، معذرت میخوام بعضی وقتا من تکرار مکررات میکنم به قول معروف، گاه لازم البته چون همه زودم فراموش میکنیم همه چیزو، که یکی از فاسدترین مسئولان جمهوری اسلامی است که الان رئیس قوه مقننه شده است، چه موقعی که فرمانده نیروی انتظامی بود، چه موقعی که مسئول ستاد مبارزه با کالا بود، چه موقعی که 12 سال شهردار تهران بود و الانم که در مجلس برنامه مستقلی باید گذاشت. من همینجوری تو هر برنامه نوک میزنم ولی این کار خواهم کرد حتما. باری در مناظره میخوام بگم دلایل منفور بودنش چیه، چرا راه نداره و باز مهرش و آقای رهبر معظم اومده جایی چیده، شاید ناچاره که بازدهی
مطلوب برای او رو حتی نخواهد داشت. در مناظره نامزدهای ریاست جمهوریشون در سال 96 یادتونه روحانی به نکته اشاره کرد که هم فساد خودشو افشا کرد و هم فساد قالیباف. مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. بله به آقای قالیباف داشت خطاب با آقای قالیباف میگفت. خب روحانی اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، نماینده پیشوا در شورای عالی امنیت ملی. موضوع یعنی در سال 84 موضوع باجگیری و حق و سکوت قالیباف چرا من توپق میذارم امروز ببخشید. موضوعی که روحانی داره بهش اشاره میکنه که اگه من مردانگی نکرده بودم فلان و اینا و اون پرونده تو قایم نکرده بودم آقای قالیباف، موضوع چی بود؟ باجگیری و حق و سکوت قالیباف از قاچاقچیای کلان مواد مخدر. وقتی قالیباف فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود و همزمان با حکم محمد خاتمی رئیس جمهور شده بود 83 تا 84 شده بود رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سرنخ ماجرا به قاچاقچیان بزرگ و اصلی مواد مخدر و سوخت میرسد که در معامله ای برای نجات جان سرکردگان خود مبالغی را به ستاد محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال 1384 کمک کردند. قالیباف 79 تا 84 فرمانده ناجا بود نیروی انتظامی. خرداد 83 خاتمی رئیس جمهور او رو منصوب میکنه به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا. برای قالیباف اون یک سال خورده، خرداد تا مرداد، اون یک سال کلی برکت داشت و کلی باج از قاچاقچی مواد مخدر گرفت. این یک نمونه شو عرض میکنم که مربوط میشه به ستاد انتخاباتیش، اون پول کثیفی که میاد. باج گرفتن از قاچاقچیان کلان مواد مخدر و سوخت که همونایی که قاچاقچی سوخت بودن رفتن به طرف مواد مخدر به دلیل آزادی بیشترشون در قاچاق مواد مخدر. به هر حال باج بگیرن که نیروی انتظامی این قاچاقچیای کلان را آزاد بذاره و از همین باج این پول کثیف قاچاق مواد مخدر رو میارن خرج تبلیغات انتخاباتی میکنن، پخش میکنن تو جامعه. خود این بارها صدای رقبا رو در آورده، میگه پولای کثیف در انتخابات یکی از نمونه های بارزش همینه. البته همه سرداران سپاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واب جمعی روحانی و شورای عالی امنیت ملی نظام مقدس میدانن ماجرا چیه و سرنخ کجاست، ولی میگم حکومت خورد مافیا هاست دیگه، فقط به همدیگه باج میدن و از همدیگه آتو دارن. برای اینکه شما بدونین این سرنخی که داره صحبت میشه، یک آدرس میدم برین ببینین دنبالش هر کی میتونه بره ببینین. صرافی میاگل حسینی در نیمروز استان سیستان و بلوچستان، غرب حمام صدیقی، روبروی رستوران یا اونجوری که نوشته رستورانت احمد رضا یا احمد رضا. شماره تلفن‌هاش هم داشتین میدیدین، همین میتونیم دوباره پخش کنیم مشخصات، شاید یک کسایی به دردشون بخوره. شماره تلفن‌هاش 079-35-44-542 و 070-72-50-421. روزانه میلیاردها تومان از طریق صرافی، نمیدونم از اتاق کنترل دوستان میتونن یه بار دیگه پخش بکنن. ببینید روزانه میلیاردها تومان از طریق این صرافی بین قاچاقچی های مواد مخدر ایران، افغانستان و پاکستان جابجا میشه همین الان. این یکی از سرپلای معامله های کلان قاچاقچی های مواد مخدر در منطقه است، هم در همکاری با سرداران سپاه
و هم زیر نظارت نیروی انتظامی که فرمانده های کل و منطقه‌ای نیروی انتظامی همه سپاهی بودن و هستن. در این رابطه نه کسی سراغ پرونده قالیباف میره، نه کسی به روحانی میگه که یکی از پرونده های فساد خورد مافیای دولت قایم کردن همین پرونده همکاری خورد مافیای قالیباف با قاچاقچی کلان مواد مخدره. اینا اگه با هم رقابت هم میکنن برای گرفتن سهم بیشتر از قدرته. پرونده های فساد عجیب غریبی هم که از همدیگه دارن که با اذن رهبر معظم گاه قایم میکنن گاه بخشیشو فاش میکنن در همین محدوده هیئت حاکمه است که انشاءالله این هم فاش کردنشون بیشتر بشه و هم جنگ زرگریشون به برخورد جدی با هم دیگه بیانجامه، چون پایینی ها که نمیخوان شما حکومت بکنین، زمانی برسه که شما هم نتونین حکومت بکنین کار تمومه. حالا با وجود همه اینایی که من عرض کردم، این نکته هایی که عرض کردم که دره ای از فساد رئیس مجلس آقای قالیباف هست و من بخشش و ریزه‌ایش رو عرض کردم، رهبر معظم همیشه هوای این آدم رو داشته و او رو از نزدیکترین مشاورانش دونسته، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظامش کرده. وقتی مجلس میخواست از فساد 12 ساله شهرداری قالیباف تحقیق و تفحص کنه، دستور آقا و رشوه قالیباف به نماینده ها متوقفش کرد. باز نمونه عرض کنم خدمتتون، 21 تیر 99 مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی مؤتلفه و نماینده مجلس در رابطه با رشوه 65 میلیارد تومانی و تفحصی که معلق شد و اظهارات خود در این باره گفت: همه مدارک در این رابطه رو به دستگاه قضایی ارجاع داده ام و پیگیری ها از جانب دستگاه قضایی انجام می شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمیگردد. وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی آورد، شهردار وقت یعنی قالیباف از اینکه چون این موضوعی رأی نیاورده تشکر می کند. طبق اسنادی که دارم من میرسلیم نشان می دهد که رایزنی های پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد شود. یه قلم فقط 65 میلیارد تومان آقای قالیباف رشوه داده به محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، که فساد 12 ساله شهرداری قالیباف بررسی نشود در مجلس، بررسی هم نمی شود. مامرضا رضایی کوچی 4 دوره است نماینده مجلسه و همین الان بازم رئیس کمیسیون عمران مجلسشونه. 65 میلیارد تومان رشوه میگیره تا هم تو کمیسیون عمران و هم با بقیه نماینده ها لابی کنه و بگه این کار به مصلحت نیست، مورد رضایت آقا نیست که به مدیریت یک مدیر جهادی خورده گرفته بشه، تحقیق و تفحص بشه. 16 مرداد 97 تحقیق و تفحص در مجلس رد شد برای بار دوم، سال قبلش هم رد شده بود و اصلا دستور کار این بار دیگه خارج شد به طور کل. بعد قالیباف میشه رئیس همین مجلس، مامرضا رضایی کوچی هم باز میشه رئیس کمیسیون عمران همین مجلس، میرسلیم هم که قالیباف و کوچی رو با سند به عنوان راشی و مرتشی به دستگاه قضای اسلامی معرفی کرده میشه نماینده همین مجلس، نماینده همین مجلسه. کجا بکوبیم کلمو؟ اینه که میگم هر جاشو میگیری از یه جا دیگه میزنه بیرون. این فساد ساختاری نظام مقدس. و حالا که قائم مقام 12 ساله شهرداری تهران در زمان قالیباف، قائم مقام قالیباف جانشینش، به جرم‌های اثبات شده در دستگاه قضایی خودشون به 20 سال حبس محکوم شده، درست بعد از اعلام محکومیت او که اسمش عیسی شریفی است میدونید، رهبر معظم میاد به منباقر قالیباف جایزه میده، میگه به عنوان امین و نماینده خاص من پیام کتبیمو ببر برای آقا پوتین تا همه ببینن من چقدر به تو اعتماد دارم و چقدر پشتیبان تو هستم.
چهارم بهمن 99 همین ماه حکم عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران اعلام شد. چهارم بهمن. 19 بهمن رهبر معظم پیام کتبیشو برای آقا پوتین به وسیله قالیباف فرستاد مسکو. از یه طرف وقتی مجلس میخواد از شهرداری تهران تحقیق و تفحص کنه، رهبر پیغام میده که وارد این موضوع نشید. از طرف دیگه حکم میده که قائم مقام قالیبافو بگیرین تا به خودش صدمه نخوره. شهریور 96 عیسی شریفی رو میگیرن. رئیس شورای شهر تهران خبر داد، هاشمی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شده است. نه دادگاه عیسی شریفی علنی بود، هیچ کس هم نگفت چرا تو دادگاه نظامی محاکمه شد، چرا گفته شد به، چرا رهبر دستور داد به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که اینو بگیرینش، چرا تو دادگاه نظامی محاکمه شد، چرا علنی نبود؟ شهرداری مگه از نهادهای نظامی کشوره؟ نه حتی متن حکمش علنی شد، فقط اعلام شد به اتهام فساد مالی دستگیر شد و به 20 سال حبس و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شد. هم فردام نمیدونم باید کجا پیداش کنیم، تو دبی یا تو کانادا. و جالب اینه که قالیباف یک کلمه درباره محکومیت قائم مقامش به 20 سال زندان نگفته، انگار نه انگار که عیسی نزدیکترین آدمش بوده تو همه 12 سال شهردار بودنش. یقه پیشوا رو کسی نمیگیره که این عیسی شریفی 12 سال قائم مقام قالیباف بود در شهرداری تهران، یعنی در غیاب قالیباف شهردار تهران بود. به همین دلیلم تو دو دوره انتخابات 84 و 92 که قالیباف نامزد ریاست جمهوریشون شده بود، عیسی شریفی سرپرست شهرداری شد. یعنی از همه کارها، جزئیات کارهای همدیگه، منباقر و عیسی خبر داشتن و یعنی رهبر معظم عیسی رو قربانی کرد تا منباقر حفظ بشه و حمایتش کرد تا اگر مصلحت نظام اقتضا کند که یک نظامی رئیس جمهور بشه، منباقر بشه که نزدیکتر از دیگران به ماست. مهم نیست محبوب حتی بدنه نظام نباشه، مهم اینه که محبوب ماست. یعنی محبوب ماست پیشوای خامنه‌ای، یعنی محبوب نظام است. موضوع پرونده عیسی شریفی تبادلات مالی بین شهرداری و بنیاد تعاون سپاهه و پول مورد چپاول، چون که فقط در این پرونده البته اینجوری گفتن که من براتون خوندم، 10,000 میلیارد تومانه. اونطور که شهرداری میگه 10,000 میلیارد تومانه، اونطور که عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت خاتمی میگه 13,000 میلیارد تومانه. درباره این پرونده و درباره هلدینگ یاس بنیاد تعاون سپاه که ظاهرا مثلا سال 96 به طور سوری منحل شد ولی عملا منحل نشده و همین الان داره سهام کارگرای فولاد خوزستان رو غارت میکنه، درباره پرونده املاک نجومی، واگذاری هولوگرام به کسایی که به اسم طلبکار از شهرداری جزو خرد مافیای قالیبافن، درباره دولا پناه حساب کردن پروژه های ساخت و ساز عمرانی تهران و پل هایی که زده شد در تهران، سوء استفاده های کلان زن و پسر قالیباف از شهرداری و شوهر و باباشون، اینا رو توی برنامه جداگانه عرض کردم، خواهم گفت. گرچه تبلیغات زودرس انتخاباتی قالیباف که با حمایت رهبر معظم انجام شد شکست خورد، اما خرد مافیای قالیباف انصافا خیلی تلاش کرد از طریق رسانه ها و فضای مجازی این سفر رو پله بالا رفتن منباقر به پشت بام ریاست جمهوری بکنه. خرد مافیای قالیباف که یه تیفیس از خانواده‌اش و یه عده از مداها و تیف وسیع و یه عده از سردارای سپاه،
اینا خیلی رو رئیسشون حساب میکنن، گرچه همیشه البته حسابشون درست از آب در نمیاد. نمونه همین عیسی شریفی که 12 سال بهش خدمت کرد، آخرش هم قربانی شد دیگه، روشنه. ولی در مجموع قالیباف نشون داده که برای دوروبریاش همیشه یه جایی تو حکومت وا میکنه. همین الان ببینین چند تا دوروبریاش از شهرداری برشته، از شهرداری خیلی خیلی گل کاشتن، از شهرداری برشته برده مجلس، بهشون شغل بی ربط نون آبدار داده. کسی هم نمیگه چرا، چون این ویژگی آدم های فاسد در دستگاه های حکومتی است. یه باندی دارن، هر جا برن اعضای اون باند رو با خودشون میبرن. یه چند تا بگم خدمتون که دستون بیاد. آقای پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس، او در دورانی که قالیباف شهردار تهران بود معاون معماری و شهرسازی بود. محمود رضوی، مشاور فرهنگی و هنری رئیس مجلس، عضو گروه مشاوران جوان شهردار تهران از سال 84 تا 86 و مشاور فرهنگی هنری معاون فرهنگی اجتماعی سپاه از سال 90 تا 93 بوده. رضوی در سال 96 سرپرست کل تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف بود. اینو میارتش تو مجلس، میکنتش مشاور فرهنگی و هنری رئیس مجلس. اصلا رئیس مجلس همچین پستی نداشته، همچین مشاورتی وجود نداشته. یه مشاورت درست میکنه، میگه بیا بخوریم، بیا شما کسایی هستین که سرنخهای مافیای منید. آقای محسن اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس مجلس، او در دورانی که قالیباف شهردار تهران بود ریاست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را بر عهده داشت. آقای حسین قربانزاده، مشاور رئیس مجلس، اینم باز مشاورشه. قربانزاده مدیر مسئولی و سردبیر روزنامه همشهری در دوران شهرداری قالیباف را در کارنامه دارد. آقای مهدی زاکر، مدیر کل نیروی انسانی مجلس. مهدی زاکر که زمان شهرداری قالیباف مدیر عامل مؤسسه همشهری بود. این فهرست همچنان ادامه داره. من نمیدونم، فرصتمون بسیار کمه و داره تموم میشه. بذارید تا کل ماجرای قالیباف رو، البته اگر بخواد همینجوری پیش بره به سمت ریاست جمهوری آقای امام خامنه‌ای، در یک برنامه مستقل بگم براتون. بریم پرده آخر. امیرالمومنین علیه السلام در وصیتی که به حسنین علیهم السلام فرمودن که وقتی که من از دنیا میرم منو تجهیز میکنید، پشت جنازه را فقط شما بگیرید، کاری به جلوی جنازه نداشته باشید، پیروی کنید از جلوی جنازه. جلوی جنازه به هر جا میرود شما هم برید، و اونجا که جلوی جنازه به زمین میرسد شما هم جنازه را به زمین بگذارید، فرار کنید. شب و روزگار خوش.